سلام همسفرای عزیز، توی دوتا ویدیوی قبلیمون از اردن شمال کشور و جاذبه‌های اطراف پایتخت اردن عمان رو بهتون نشون دادیم. اینجا آبشارها و چشمه‌های آب گرم معینه در کشور اردن. بعدش رفتیم به شهر باستانی پترا که یکی از عجایب هفت‌گانه دنیاست و صحرای سرخ وادیرام. اینجا یکی از هتل‌های حبابی شکل صحرای وادیرام در کشور اردن هستش. حالا توی این ویدیو ادامه میدیم به جنوبی ترین نقطه کشور و سواحل دریای سرخ. میخواییم با خودمون ببریمتون غواصی در یکی از محبوب ترین مقاصد غواصی دنیا و شهر ساحلی زیبای آقابا رو بهتون نشون بدیم. امیدوارم تا آخر ویدیو با همون همراه باشید. بازار اتاوا یکی از شهرهای معروف دیگه کشور اردن. رستورانی که انتخاب کردیم رستورانی بودش که با منظره مسجد سفید بود. داشت سکسی کردم. خب این غذا غذای منصفه، یکی از غذاهای محلی کشور اردن که در واقع این آب کشک می‌ریزن روی گوشت و برنج. اینم که غذای مرغه. ولی خب این خیلی معروف منصف. در کنار دریای سرخ به حرکت در آمدیم. داریم به سمت هتل. و بالاخره رسیدیم به هتلمون. اینجا جزیره آیلا هستش در کنار دریای سرخ در کشور اردن و در گوشه شهر آقابا. تو همین جزیره ولی همه چی داره، از جمله این هتل زیبای سنتی کلاود 7 که الان می‌خوایم با هم بریم ببینیم. وای خیلی من خوشحالم، هیجان دارم برای این هتل. قشنگ گشتیم تا یه هتل سنتی پیدا کردیم. سه شب قراره تو این هتل باشیم و در یه سرخ رو هم بریم ببینیم. این دراش هم بانم این که این مجموعه به جز این هتله یه سری هم هستن که خونه هاشون اینجاست و حالا بریم این اتاق رو هم ببینیم. اتاق این هتل رو هشه یه سویت کامل آشپزخونه و دیگه اینم اتاق خوابشه و دیگه این سمت هم هتلی داریم که قرار کرد و اینم حموم و دستشویش. ببینین چه کندی شاپ خوشگلی داره، مغازه شکلات فروشیه. خیلی نازه.
برای که منظره بهتری داشته باشیم با رستوران صحبت کردیم و یه اتاق دیگه بهمون داد. یکی توی ساختمون دیگه است و کلا اصلا اتاقش هم فرق می‌کنه، اما منظرش خیلی قشنگ‌تره. اینجا خیلی حالت زنده است. زنده است و این برای که دریا رو میبینیم و بیوی دریا و این فضای زنده. پیش به سوی صبحانه در حال حرکتیم. ساختمان زیبای هتل لابسابه، ولی سرد صبحاش خشنگ. یه حسین دوباره کلاهش هم انداخته. چند ساعت دیگه بریم تو آب؟ آره چند ساعت دیگه بریم تو آب، ولی خب دیگه ظهرش خوب میشه همه. خب این هر توت هست در آخره بسیده. Hi, good morning, how are you? Thank you. لباسامونو پوشیدیم. حسین باز هم با لباس لاس وگاسش اومده. داریم میریم داخل قایق جدیدشون. Thank you. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. ما اولش فکر کردیم این هواپیما و تانک در اثر جنگ غرق شده و مربوط به اون زمانه، ولی بعدن فهمیدیم که اینا خودشون اینا رو از عمد غرق کردن که دورش مرجان شکل بگیره و حیات دریایی شکل گرفته رو بتونن مطالعه کنن و برای غواصا هم جذاب باشه. آماده است که بپره ها؟ می کنه این بازی کنه خیلی ماهی داره. خب این دفعه من نرفتم تو، فقط حسین رفت چون خوشو کم کنم خواستم شنو کنم و اینکه تازه گرم شده بودم نمیخواستم دوباره برم تو آب سر، ولی حسین رفت اینجا خیلی ماهی داره.
شده با گوپرو ویدیو بگیره به من. خب چطور بود تجربه؟ خیلی حال داد. اصلا دریای سرخ چقدر شفاف و خوب بود. آره من همش فکر می‌کردم سرخ باشه ولی چرا سرخ نبود؟ جورش هم که عالی بود، فضا هم که فوق‌العاده. آره خدایی قشنگ مرام گذاشتن. من مثلا نمی‌دونستم غذا میدن، غذای درست حسابی. همه چی خلاصه عالی بود دیگه. آره این همراهامون هم جالب بودن. همه یه گروه بزرگ ایتالیا. آره از ایتالیا و اسپانیا و فرانسه اومده بودن. و دیگه باهاشون کلی گپ زدیم. خب دیگه برگشتیم به اتاقمون، اتاق جدیدمون. این آی لاف آیلاش هم اینجاست کنار همین آب زیبا. این برشم مغازه هست. شب رفتیم یه رستوران قلیونی که بازی کرواسی برزیل رو ببینیم. من دوست داشتم برزیل ببره که نیمه نهایی جذاب تری بشه، به خصوص که به احتمال زیاد بازی بعدیش با آرژانتین بود. نیکا هم که فوتبالی نبود از اول جام لباس برزیل رو خریده بود و طرفدار برزیل بود. یکیش جلو بود ولی تو دقایق آخر کرواسی گل مساوی رو زد و آخرش تو ضربات پنالتی برزیل رو حذف کرد. خیلی حیفمون اومد ولی دیگه کاری نمیشد کرد. بچه ها اومدیم یه سالن سینمایی حالت تئاتر داره. اینجا اومدیم بازی آرژانتین و هلند رو ببینیم. یک چایی هم بیشتر سفارش ندیم چون قیمت های آمریکایی داره شارژ میکنه. چایی هاشو داره دو جیدی یعنی چهار دلار تقریبا سونیم دلار شارژ میکنه ولی خیلی سینماش خوشگله. اینم از سینمای امشب بازی آرژانتین و هلند. این برزیل که هست شد چه باید فایده داره این بازی؟ آره دیگه برزیل هست بده متاسفانه. حسین هم که نمیخواد جیغ و داد کنه نه برای آرژانتین نه برای هلند. ما الکی نشستیم تو این سینما به این قشنگی و داریم یه چایی رو یه چند ساعتی طولش بده. آرژانتین تا دقیقه 90 خورده دو هیچ جلو بود و دیگه گفتیم بازی تمامه. برگشتیم هتل که بخوابیم ولی وقتی رسیدیم فهمیدیم هلند تو دقایق آخر دوتا گل زده و بازی رفته وقت اضافه. بقیه بازی رو توی لابی هتل رو گوشه موبایل دیدیم با دوتا از کارمندای هتل که باهاشون رفیق شده بودیم. یکیشون طرفدار آرژانتین بود، اون یکی دوست داشت مسی ببازه ولی آخرش همه میدونیم چی شد. خب صبح روز آخر هستیم در این جزیره قشنگ آیلا و امروز برنامه گشت و گذار شهری داریم و بعدش هم دیگه من بیم خونه شب بخوابیم صبح زود پاشیم بریم نه کجا آفریقا. آی دارم برای این هتل خیلی تنگ میشه. چقدر بانمکه مثلا برامون یه قوری آورده توش لاته ریخته که بریزیم تو لیوانه با اندازه لیوانه واقعا. دوتا لیوان هم میشه.
بچه اومدیم قلعه آقابا و ببینید جلوش این درخته چقدر خورما داده، همینجوری خورمای رسیده افتاده روی زمین. خیلی واو، اولین بار من این همه خورما میبینم از یه درخت افتاده. اینجا قلعه آقاباس یه پایگاه نظامی بوده که اولین بار حدود 1000 سال پیش توسط اومویان ساخته شده و بعد از اون حکومت‌های مختلفی اینجا پایگاه نظامی داشتن و آخریش عثمانی‌ها بودن که حدود قرن 16 هم اینجا رو برای آخرین بار بازسازی می‌کنن و قرن‌ها بعد وقت در جنگ بزرگ اوایل قرن 20 اعراب هاشمی اینجا رو از عثمانی‌ها می‌گیرن و میشه جزئی از کشور اردن. حالا بریم یه چرخی داخل این قلعه بزنیم. این پرچمی هم که اون بالا میبینید پرچم استقلال عرباست که مربوط میشه به همین رها شدن از سلطه امپراتوری عثمانی و خیلی از کشورهای عربی پرچمشون طرحی شبیه این داره. آره با مزه است. یه استخ دیگه هم برداره چون برای بچه ها کلی وسیله بازیه بیدارم و هم همه چون حسین رو میبینین که داره میپره روی توپ گنده. حسین خوش میگذره؟ آره؟ رفتی بازی؟ اومدیم بغل آب، اینجا کل قایقه و سری کشتی های باربری. خب بعد جالب اینه که این تو
همین بندر آقابا خیلی از همین کشتی ها و قایقای مسافربری میبرن آدم ها رو اون سمت که اسرائیل هستش. بچه این قایقش خیلی باحاله، تازه تیک آف هم میره کنی، آهنگ های بلند هم میذاره. بله بله بای بای میکنن آقا. لست بوته میکنم، شیشه داره وسط قایقه. آره آره بریم آره آره نمیه. یکی از فعالیت هایی که توی آکابا انجام دادن این قایقای کف شیشه ایه. از اینجا همین ماهی ها رو ببینیم و کف دریا رو، کورال ها و اینا رو میشه مرجان ها. و اینکه برامون آهنگ هم گذاشت و حالا میخوایم بریم سمت مصر و اسرائیل و فلسطین. دقیقا جایی که خورشید داره غروب میکنه. ما الان توی مرز چهار تا کشور عربستان هم اون ورتره، یکم بری پایین تر میرسی به عربستان، یه 10 کیلومتر 20 کیلومتر. بعد غروب اینجا از آن هم داره میگه این و حالا یه چند تا پول زد که دوستش بیاد اینجا بهش بنزین برسه. ولی جا خوبه، منظره خوبه، تازه اگه بنزین هم نرسید یه شنا بکنیم میرسیم سریع. فقط مشکلی که بازی پرتغال مراکش داره شروع میشه. حتی آره اینجا حتی قایقاش ماهیگیری هم میکنن، یعنی قایقای ماهیگیریشون اینجا همه پارکه. واسه همین حسین میگه بیایم یه ماهی هم امتحان بکنیم، ماهی دریای سرخ خوب میچسبه. حالا قراره شب بریم ماهی بزنیم. اینجا نگاه کنید ماهی گرفتن، کلی هم گربه بوی ماهی. آره گربه ها رو ببین چه دوره ماهی جمع شدن. Where can we eat? Eat the fish. Where? چه باحاله. کلی نگاه کن گربه رو. چه براش آمادن که بخورن. خیلی باحاله. کمه گربه همه گربه های شهر جمع شده. خب و رسید به پایان روز و غروب زیبا و قدم زنی تو شهر رو همه اینا انجام شد. ما میریم پیش به سوی منسف، غذای محلی اردنی. شب رفتیم رستوران بازی پرتغال مراکش رو ببینیم که من مطمئن بودم پرتغال میبره و یه نیمه نهایی جذاب بین پرتغال فرانسه خواهیم داشت. و
ولی در کمال ناباوری پرتغال حذف شد و تمام امید من برای دیدن قهرمانی کریس رونالدو تو زندگی فوتبالیش خاک شد. اولش حسابی غمگین شدم، ولی وقتی دیدم تو اردن همه ریختن تو خیابون دارن جشن میگیرن یهو هیجان زده شدم. براشون خیلی اتفاق بزرگی بود که برای اولین بار در تاریخ یک کشور عربی به نیمه نهایی رسیده بود. ایران خیلی خوبه. آخر شب بازی فرانسه انگلیس رو توی رستوران غذا دریایی هتل خودمون تو جزیره آیلا دیدیم و من طرفدار فرانسه بودم، چون معتقد بودم فقط فرانسه میتونه جلوی آرژانتین وایسه تو فینال، و البته تعجبی نداشت که فرانسه این بازی رو برد. این بود پایان سفر ما در کشور زیبای اردن و 7 کشور عربی. صبح روز بعد آخرین صبحونه رو توی مجتمع هتلمون خوردیم و از جنوب به شمال کشور رانندگی کردیم و برگشتیم به شهر عمان که از اونجا پرواز کنیم به کشور اوگاندا تو آفریقا و نیمه دوم این سفر مفصل رو شروع کنیم. ویدیوهای آفریقامون رو از دست ندید که کلی براتون ماجراهای هیجان انگیز، عجیب، شوکه کننده و آموزنده داریم. تا ویدیوهای بعد، بدرود.